دوست عزیز، سلام عرض میکنم. شفیع عیار هستم. ماه می 18 و ما خوش هستم که بازم در یک برنامه زنده در خدمت شما هستم. امیدوار هستم که از هم دیگه بیاموزیم و یک روز خوب و مثمر باشه. البته برنامه ما بسیار کانتروورشل است، جنجال برانگیز است، چرا سر ما سر یک مسئله بسیار مهم گپ میزنیم و او دین مقدس برای یک تعداد، دین نامقدس برای یک تعداد دیگه و دین نامقدسترین برای یک تعداد دیگه و شمول ماست. بنابراین وقتی که روی مسئله استدلال میکنیم یک تعداد ناراحت میشه، ولی او باعث از این نمیشه که ما از مسیر خود منصرف شویم، به خاطر از این که یک تعداد قبول کردن که همین دین از خدا است. این همین دین به خدا هیچ رابطه نداره. ما مسلمان های تو فکر میکنیم که ما که مسلمان هستم، اگر تو به این همین عین عقیده من نیستی تو باید کشته شوی، تو مرتد هستی. و این همین دلیل است که ما استاده شدیم که این همین کار در از دست ببخشیم مردم بگیریم که خودم متدین فکر میکنم، اما به هیچ وجه به خداوند ایمان ندارم. دینشان یک دین غیر انسانی، قتل، کشتار، دزی، راگیری، کلگیش دهی شامل بود. امی دوره که جهاد بود در افغانستان که تا حال یا مامور ادامه دادن، اگر شما سعی کنید که چقدر آدم های قلدر به وجود آمد، چقدر راگیری بوده، چقدر مردم کشتن، یعنی سعی کنید که ما 3 میلیون کشته دادیم، میلیون ها نفر دیگه آواره، امیال 7 میلیون انسان در کابل مثل از اینکه زندانی باشه در یک قفس، قفسه که نان ندارن. و این کلش به خاطر نمی دینه، کلش اگر نباشه 80-90% به خاطر همی دین است. دیگه به این که در سر دیگه بزنیم، همی دین بفهمیم، به خود اجازه بتیم که همی دین بفهمیم. ما یک آن دفعه میگم که دین یک خر باید باشه که ما در سرش پالان پرتیم که مشکل ما کم شود. برعکس این دین ما را خر جور کرده، در سر ما پالان انداخته، سر ما پارو میبره. بنابراین این دین نمیتونه که دین باشه. روی خط هستین دوست عزیزم؟ خوب نیستین؟ بخیرم دوستم آماده نبود؟ روی خط هستین؟ شما روی خط هستین؟ روی خط هستین دوست عزیزم؟ بله. سلام علیکم. سلام دوست عزیز، خوب هستین؟ بفرماین. شفیع جان، خوب گفتم یک سوال شما داشته باشم اگر اجازه باشه. چرا نه؟ همین تو میگن هر چی، همین میگن همین مسلمان هر کاری بدی که نمیگه من شیطان وسوسه کردنی؟ خب این پس که همه ما رو شیطان وسوسه کرده، پس شیطان که وسوسه کرده که به این کار رفت؟ خالقش در واقع فرشته معتبر بود نی؟ بله، فرشته معتبر بود پیش خداوند. بله همین سوال خویی کس جواب نمیتنه که همین شیطان که وسوسه کرد. شما در کجا زندگی میکنین؟ تاجیکستان. تاجیکستان. دوست گرامی، فکر کنین که شما در یک موتر جور میکنین، یک ماشین. ماشینتون رو بریک میزنین، استاد نمیشه. چی میکنین؟ این موتر رو مشکنن، تکه تکه میکنم، یا میگین او ولا کدام چیزش کم است، ما این بریک از این رو جور میکنم،
باز باد از اون میبرنش در را. اما خداوند ما که خلق کده یا الله کعبه غلطی های خود کل شده سر دیگران داختن. حالا تو شیطان چرا قدر اجازه دادی که کارا را کنه؟ خب با گفتت نکده قارت آمد او سم انداختی و دیگه ای که دیدی که شیطان درست گفت، گپ شیطان درست بود که اینه گفته بود که ما ایش انسان های تو را بازی میتم داد. خب بعد از او انسان تا پس می بردیدم فابریکه دوباره جور میکدیش که انسان فریب نخوره. یک انسان جور کدی غول، یک شیطان جور کدی آسی، داخل هم اینجا ما را اختار میتی که میبرم تا در دوزخ میسوزانم. خب بسوزان هر چی که میکنی، اما غلطی از ما نه. اما خودت با دوزخ هیچ باوری داری؟ من ندارم. به هیچ وجه. هیچ جنت و دوزخ نیست. من فکر کنم هم جنت و دوزخ در دنیا است. در دنیا هر چیزی کسی نمیجه است. این آخری چانس ماست. اگر همی دنیا را لذت بردیم میبریم، اگر نه خروار میریم در دنیا با فکر از اینکه در دنیای دیگه میریم. هیچ چیز نیست، خاک میشیم خلاص. خب تشکر زیاد شفی جان. سلامت باشید. فراموش کردم پرسان کنم از هوای تاجکستان. البته تاجکستان در این وقت سال باید بسیار مرغوب باشه. روی خط هستین دوست عزیزم؟ سلام آقای عیار، خوب هستین؟ شکر، سلام به شما. خیلی خوشحال هستم با شما هم صحبت میشم. من بفرمایید. آقای عیار، من وقتی تقریبا 19 ساله 20 ساله بودم همیشه فکر میکردم که قرآن از روی آسمان اومده تو معجزه. میکرسیدم که بگویم. باز بعد چند سالش فهمیدم که قرآن به قلب محمد آمده. باز بخی اعتقادم از بین رفت. گفتم یعنی چی؟ ایت خب من میتونم. با او سن کمم. گفتم خب من میتونم این رقم. به قلب مثلا. گی. کلا گی میتونم پیامبر باشه. دقیقا. خیلی جالب بود برم. بله ها. گفته این وقتی که 19 ساله بودیم، حالا 19 و نیم هستین چند ساله؟ نه، حالا 27. خب، بسیار خوب. ما خوش هستم که در یک سن خورد چشمت باز شده. از ما کم دیرتر باز شد، یادم یه حدود. ولی جرات از این که قبول کنی که امی دروغه اینمی کلانترین بدبختی ما در اینمی بود. کلانترین مانع همیسته که میگی نشه که خدا باشه، قار شوه، نشه که ما رو در بده، نشه که تشه. بله، دقیقا. اما خواندن قرآن ادخل با ما ایره یاد داد که نه، هیچ گپ نشفی پیش برام. ما قرآن از یاد نخوندیم مثلا ترجمهشن، یا برنامه شما رو زیاد نگاه میکنم. یکی که مسلمان، هر مسلمانی رو دیدم آقای عیار، هر آدم مذهبی دیدم خیلی بد بودن، خیلی از اعمال زشت مردم مذهبی. فهمیدم که ایش استدلال مذهبی خوب نیست. استدلال ما و سنگ مسلمان ها فهماندند که از جبرای جای تو نیست. بله. خیلی خوشحال شدم خواهر عزیزم. خیلی خوشحال شدم آقای عرور، تشکر. حال خوشکو، ما یقین دارم کوششان میکنی که مردم های دیگر چشم و گوششان رو باز کنی. بله، تشکر. وقتتون خوش. سلامت. بفرمایید دوست عزیز. استاد صفی عیار، دیگر دوستا کلگ احترامات برشان تقدیم هستم. بابا شوقی هستم در خدمت شما. خوش شکر که یک آدم شوقی مانده. گفتین بابا شوقی؟ دیور هستین و خیر هستین. شکر خوب هستین. شما گفتین بابا شوقی هستین؟ کی هستین؟ بله بابا شوقی هستم. انشاءالله خوب هستین شما. از اول از شوقت بگو که از چی شوقی شدی؟ ولی دوستان هستیم، عاشقانه هستیم، دیگر مردم های خوش اخلاق و روشن فکرهای وطن دوست داریم، دیگر گپای خوب داشته باشیم با مردم،
دیگه من به خاطر از این بالا آمدم دیگه در برنامه تان کدام کار ندارم. همه دوستایی که توهین میکنن از اونا خواهش میکنم که به هر کس توهین میکنن اینا نکنن. درست است؟ آقای شوقی اینا که از در پیش آینه ششتن خدا که میبینن ایت نمیتونن که توهین نکنن بانشان که توهین کنن ما خبر هم نیستم از توهینشان اصلا اگر یا فکر میکنه که من حتی میخوانم من در تلفن خوانده نمیتونم بسیار خور برم و نمیگیرم که آینه که باش که ما بینم که کی چی میگه ما گپ کس که سوال دارم یا جواب میتیم یا او یک مسئله را میخوایم مطرح کنه اجازه میتیم در این فکر هیچ نباشند که ما برو میخوانم وی ولی این نفر دو زد 13 سال پیش که ما آمدم آنقدر دو میزدن ما یک خوش از مسیر خود منصرف نشدم دونم رای خود میرم از این خاطر ما برشان میگم که یعنی مثل که پف خر باشه اگر دو میزنن پف خر است هیچ دیگه با ما مانا نداره ولی تشکر از اینکه برشان یک توصیه میکنیم بل گفتن خیلی مقبول گفت و مطابق سوال شما گفتم که ما عاشقان هستم دوستان هستم آدم های خوش اخلاق دوست دارم دیگه گپ های مهمی است ما به کاری کس دخالت ندارم و به کس قضاوت نمی کنیم بعضی گپ های ندارم در لایف های ما هم دو دشنام زیاد است ما یگان فوش خود من به حساب مردم میتیم اما مردم اصلاح نمی تو دائم نمی تو تاوین میکنه بیخی خسته شدیم بالا شما باور کنین کسایی که دو میزنه اونا در دل و کله خود چیز بالاتر از اون ندارن چرا ما دو نمیزنم؟ بالا ما یه مرد ما میگم که ما خود دروازه شما نمیم که تق تق دیم که بیا گوش کن ما اینجا شیم این در پیش روی صفحه گپ میزنم برای کسایی که خوش دارن که گوش کنن اگر تو قار میشی نیا ولی دمی دین اینمی دو زدن قتل کشتار تاراج صدها میلیون انسان اگر صدها میلیون نه ده ها میلیون انسان اینا کشتن مردمی که به خود اجازه میده که به خاطر عقیده یا خدای ساختگی خود مردم ها را بکشه از ما نمیتونیم توقع کنیم که دو نزنن دو میزنن مریض هستن ولی اینمی مریضی را ایسا تداوی میکنیم 5 سال 10 سال 20 سال در جامعه مردم ادخل ایره میفهمه که نه دو نمیزنم یق ندارم سعیست ای با ما هم نظر نیست ما با ای هم نظر نیستم اما برای انسان متمدن این نیست که اگر تو با ما موافق نیستی دشنام بتی یا بزنی یا بکشی اما محمد تمام می کارا را کده برای بچه کاکای خود نامش ابو جهل مانده بود اونمو کلانترین دشمن دشنام دروغایی که ایره در دنیا خدا در داد لیف خورما را در زیر زنش همان بسیار یک انسان خشن بود محمد دروغوی دوست از اون ما توقع ندارم تا که نمی مردم اینمی را متوجه نشن بعد از او بازگر دم نمیزنن بسیار خوش شدم آقای شفقی گرامی قربانتم سلامت سلامت باشین جناب آقا هستین هنوز؟ دوست عزیز روی خط سن درود و عرض ادب خدمت شما آقای عیار خدمت شما دوست گرامی بفرمایید امیدوارم ایام به کامتان بوده و از گزند الله و الله پرست در امان خرد و تدبیر باشید هستم مترس الله را ما دمی جایی که ما هستیم الله را هیچ اجازه نمیدیم شما در اوائل سخنانتان فرمودین دین را بفهمیم به نظر من فقیرترین مردم بی‌سوادترین مردم و بی‌معلوماتترین مردم دیندارترین مردم هن. بله. به طور مثال در افغانستان فعلا فقر بیداد میکند مردم برای رفع از فقر بدون معلومات به عبادت الله رو میآوره در حالی که اگر شما وقتش رو داشته باشین لطف کنین همین سوره
آل عمران آیه 26 میشه بیاریم، خود الله اون مردم رو به او حالت قرار داده، یعنی او حالت فقر خود الله بالای اون آورده. بله. و اگر کدام حوادث طبیعی بالای مردم اتفاق میفته، مثلا سیلاب یا زلزله، باز هم مردم برای نجات از او به الله رجوع میکنه، یعنی دعا میکنه که او خدا تو کمک ما که او الله تو ما را نجات بدی. در حالی که در سوره حدید آیه 22 بازم خدا اینمی مردم اونو حوادث اونو بلا را اینمی خدا بالای از آورده. مثلا سیلاب اگر در بغلان یا در بدخشان یا در غور است، اینمی سیلاب ها اگر تلفات جانی و مالی داره، بازم اینمی سیلاب ها را الله بالای از مردم نازل کرده. بازم اونا بدون معلومات رجوع میکنه که او الله تو ما را کمک کن. اگر به طور مثال اگر شما همی آیه 22 سوره حدید را لطف کنین بخوانین ممنون میشم. ما امیال در جایی که هستم نمیتونم که بخوانم، اگر شما میخواین بخوانین، اگر نه ما مردم فهمیدن که منظور شما چیست. و راستی در قرآن آیات متعدد است که اینی روزای بدبختی را ما سرتان آوردیم، سیل آوردیم، آتش آوردیم و مثلا کشزارتان سوختاندیم و بدون اجازه الله درخت گل نمیکنه. و ای به خاطر از این است که یا میخواستن که مردم امور قبول کنه که کل گپا در دست الله است، نماینده الله کیست؟ محمد است و محمد هر چی که میگه باید بکنین. اگه دختر 6 ساله را کتش خواب کرد خیره، او نماینده الله است. بسیاری ها در وقتا اول که ما آمده بودم استدلال میکردن که او بیدر او خوب پیغمبر است دیگه، هر چی که میکنه دیگه. و تا در خود قرآن آیت است که محمد ما گناه های قبلی و بعدی تو را بخشیدیم. ای الله کبق الله لوده بود که نشته کرده که گناه قبلی و بعدی تا، یعنی هر بدی که میکنی ما تو را بخشیدیم. آدم میکشی، زن مردم هم میگیری و چنانچه محمد کل از او کارها را کرد. دیگه از او خاطر اینا میخواین که قبول کنن که بله الله باعث تمام سیلاب ها، بدبختی ها و آتش ها اینا رای نجات چیز پیش الله بده و الله کی را کتت رایی کرده؟ محمد. در پای محمد بفت، حالا که محمد نیست در پای ملا بفت، در پای عرب بفت، در پای ازو. اینمی زندگی بدبخت ماست. تشکر دوست عزیز. تشکر آقای عیار عزیزی که برای ما وقت دادیم، واقعا خوشحال شدم. دیگه وقتی خوش برتون آرزو میکنم، موفق و معید باشین. روی خط هستین دوست عزیز. روی خط هستین. البته ما بسیار خوش دارم که مخالفین هم بالا بین، منتها حتی فکر نکنن که اگه آمدن باز ایجه ما برشان یک ساعت وقت میدم. یکانه میگه که اینا رو که مخالف هم وقت بده، ما بسیار خوب برشان وقت میدم. اما افسانه سرمنگسک نمیمانم که شبه روی خط هستین دوست عزیزم. درود بر آقای عیار. درود بر شما دوست عزیز. خب آقای عیار، من فکر که صدای شما از دوست عزیز صدای این کاس میگویم یک بیگمش که امه وقتی که الله تمام مردود که مثلا قبل از آدم که خلق کرده بود دیگه مسئولیت برش بوجود نامده بود که یعنی مثلا فرشته خلق کرد، باد خلق کرد، آب و هوا مثلا کهکشان را خلق کرد، یک مسئولیت برش خلق نشده. یه دفعه حدود 8000 سال پیش یا 7000 سال پیش یه دفعه کلیش آمد به یک موجود خلق میبینیم که فرشته ها شما مرد بکنید رنگ نبرین، ما بکار نمونم بودن. گرفتیم آلم خلق کرد، شیطان اینجا بسار بود، یک نفر بسار بود. گفتو خداوند همین را خلق نبود، ایمون را پشت بسار میکنن، کنم این بالا بود، شاید شده دو دست نمون بزنن. یک دفعه اصلا فرار کرد، شیطان هم گفتی که گم شده اینجا.
تو جای تو پیش من هست. خب خدای بدخوار و که هیچ عدالت نداشته و غلطی خود در سر کل انداخته، بفرمایید. باز وقتی که خب آدم که خلق داره زمین آورده دیگه از پشتش تا حدود 1400 سال پیش یک لگه بسار در پیامبر روان کرد که همین مردم را برای راست هدایت کنه، ولی شیطان یک تنه با تمام نمائنده هاش مبارزه کرد، با کتاب هاش مبارزه کرد، با صفحه هاش مبارزه کرد. یعنی شیطان بسار یک موجود بسار قوی هست که عریف علام شده و عریف پیامبر هاش هم شده. ما شما اگه شیطان از عبادت کنیم شاید ما را بازی نده، کارهای خراب نکنیم، پیش خدا هم کم نگاییم. امور شیطان با جنگ نکنه. این شیطان بسیار یک محبوب بسیار خبیه دیگه. خدا را آینده را پیش بینی کردن، یک لگه بسیار برم شکست دادن، کتاب برم شکست دادن، صحیفات هم شکست دادن. دوست گرامی، اینمی نکات را که شما سرش فکر کردین، اگر ما فکر کنیم در سرشون نمو کفایت میکنه که از این خالگکانی بیرون برایم به زندگی خود مصروف شیم. یک قسمت دیم ببخش آقای، یک قسمت دیم بسیار مهم است که خب لطنو ها که خلق کرده دیگه. خب حدودا معلوم است که پیامبر چند بوده یا در کدام مثلا از غلومی مثلا دوری چونی بوده. خب خداوند فهمیده که چقدر این موجوداتی که ما خلق کردیم اینا تمامش مثلا در فساد آقاست، ما این باید میکنم که بیا یک نسلگیری همه خوبش کنم که از نسل نوح باشه و نفرهای خوب باشه. این نسلگیری از یه رو دیدم تو یه بار باد رفته دیگه، تمام موجودات تمام نفرها رو کشت، بیا نسلگیری خوب کن. اون نسلگیری رو از باید باید پیچی رو کنمیشه. امو زن نوح یه خدا را قبول نداشت، از امو خاطر طوفان که شده برای نو گفت که زن تو بخلم یک بچه تا هم شامل غرق شده ها می باشه. اگر شما سعی کنین زن لوط شامل گناهکارا بود، یعنی اگر سعی کنین امی پیغمبرا و فامیلشان هم با او خدا سعی معتقد نبودن، امی پیغمبر لوط که نامش بوده خودش مورد تجاوز جنسی قوم و خیش خود بود و ایرا که محمد هم از روی قرآن برشان خواندم، نه او منظورش تره. باز بدید ایست که خدا را گپشه یا منظورش هم میفهمن، اصلیش میگه نه او تو که دوشته شده و تو نیست دیگه. از این خاطر حالا خدایی که در قرآن میگه که این کتاب شما در این کتاب شک نیست و شما را برای راست میبره، در آیت دیگه میگه که اگر به محمد میگه اگر تو شک داری به قرآن و به نبوتت، برو از دیگه مردم هایی که پیش از تو بود پرسان کن. حالا چرا از وا پرسان کنه؟ خدا خدا کلش امور پرت امو ایمانه که تو میگم که ما کل چیزا در دست ما هست، امو ایمانه در کلش میدادی، کلش تو غلطی ها که هست از خدا هست. سلامت باشین دوست عزیزم. زنده سلامت باشین. اما این عقاید پوچ بسیار دیر نمیمانم. نو ما در سه آخر از این رسیدیم، 1400 سال دوام کرد، بسیار زیاد بود، ولی ما در سه آخرش رسیدیم که در انگامه که میتانیم سقوط از این دینه ببینیم. روی خط هستین دوستید؟ روی خط هستین؟ سلام دوستید، خوب هستین؟ کم بلندتر بلند صحبت کنین. و ما خود کرونا بله. اما
دوست و فامیلی از مدرسه در حال حاضر مثل شما شما خدمت میکنم مثلا در این ترجمه چی بود محمد مختش کفر میگی کفر میگی اینمی اگانه چیز است که یار سر پای استاد کرد کفر نگو کفر نگو ما یعنی اسلام یک دین اینقدر غیر منطقی است که ما که در یک سن بسیار خردم بودم یادم است من با مادر خود میگفتم که مادر ما را کی پیدا کرده میگفت خدا باز من پرسان کردم که خدا را کی پیدا کرده و یک سوال بیخی عادی است نبود که من کدام نابغه بودم در ذهن کل ما این میگرده که خدا را کی پیدا بچه این موره نگو بچه این گناهکار میشی بچه این کافر برای سالهای دراز و مرا ترساند که نگویم اما هیچ وقت اون سوال از کلمه پس نشد تا زمانی که خواندم متوجه شدم کلان شدم فهمیدم که کل ما را باز داده مادرم و پدرم و خوار بیدر کاکا کل اگه انسان های جامعه را بازی دادن به نام دین و اگر که در یک مفاد می بود خو خیره اما ای که کل اگه ما را مریض ساختن سر ما کشتن سر ما اولاد ما را کشتن اعضای فامیل ما را گرفتن چور ما انداختن این بسیار آدم ها متاثر می سازه و استاد می کنه که باید این پس شود صدای شما بسیار پخش است شما را به خداوند می سپارم اما گپتان فهمیدم بسیار تشکر روی خط است سلام آقای یار سلام به شما سلام آقای سلامتی شکر فضل خدا متین افنی هستم بفرمایید. آقای اکسلان خوب میان؟ بهتر شده بفرمایید. هرگز نداشتم فقط نخواستم سلام بسیار خوشحال هستم بفرمایید زنده باش من یک چند موضوع شما هم چندین مسئله حالا میشه یا چند مسئله اما شروع میکنیم میبینیم ما برای کنم با بود و جنس میشه که ما مرد قطع کنیم یکی موضوع از این است که شما میگن که در زنهای مردم هم میگفتن و مسلمان ها هم میشه دو میکنی که خدا را کیا خدا خداوند تعالی از زمان آقای عیار من هم میکنم که ما چی هستی هستیم ولی میرم مطمئن است که ما بیشار استدلالی هستیم ما از اسلام نمیتونیم ما میفهمیم من از یاد میتونم شما بایدم بطنات کنم ولی نیم از اول که اما به اولتان بله گرفتین زنای مردم بله زن خود او برین در خدا ببینین آقای وقتی که جنگ میشه در جنگ علوه تقسیم نمیشه بیایی عزیز عجیب رب بودنی که اصلا نبوده دو گروه زمان که جنگ میکنه آقای در این زمان مسئله ای که مردا جنگ میکنه طفلا جنگ میکرد زنا جنگ میکرد و مردم های تیر زیست جنگ میکرد زیست؟ زمانی که یک کار گرفته میشه اصلا تو خونه میشه که با زنها رو میگه یک کار از تیز بکشن و فکل کنه درست است؟
وقتی از انداز زنان رو بسرپرست چی باید کرد؟ آقای نسیم، آقای نسیم، آقای نسیم، شما به سر کل چی میبافید؟ نه، شما رو نمیبافید. آقای، 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 نه، نه، من تو رو نمیمانم گپ زنیم. نه، نه، گپ خودم نمیمانم. سایکو، سایکو یه دفعه. صبر کن ما گرد زدیم ما فهمیدیم که چی میگی میگی بیادر جنگ که شد حلوا تقسیم نمیشه زنایش میگیریم این فکر کن که دمی قریه که خودت خانه داری جنگ میشه یک نفر به نام خدا میایه به نام پیغمبر میایه به نام دوز نمیه پیغمبر خدا میایه این پیغمبر خدا تو را برده جور میکنه یا تو را میکشه و زن تا اولاد تا خدا ناکده دختره تا کلگیشه میگیره میگه خدا با ما گفته اینال توی نمی خدا را قبول میکنی که گفته نمیکنی به خاطر که خدا آقای سایکو نه سبب الحمدلله رب العالمین الحمدلله تو الحمدلله میگی و رب العالمین این چی رقم رب العالمین است که تو را میگه که برو این نفر را بکش زنش بگی اولادش بگی این چی رقم خوخ رب العالمین نشد الرحمن الرحیم نمیشه شما در یک دین قرار دارین که رب عالمین نمیشه و رحمان رحیم نمیشه اونو را از خدا گرفتیم اگه اون را از خدا گرفتیم خدا از بین میره ما جواب دارم بفرمایید بگیرین مسئله ای که وقتی شما میگین چرا پلیس از زمین میاد چرا اردو از زمین میاد بخاطر اگر وقتی بچه وقت میاد مقابل از این همین قوایه که مرمومه این قوایه که خیلی از زمین میشه نه خودت من یادم که غلط یک کار غلط میکنه ما سر از او کسا گپ نمیزنیم ما سر پیغمبر گپ میزنیم نه ما از این رب العالمین شما استدلالی گپ میزنیم ما باید شما استدلالی گپ میزنیم دو میکی ما فکر خودت یک سلسله چیزا را در کلیت گرفتی با رقمی که مثلا یک پلاستیکه که میگی شیر نیست اینه نه سیکو شیرینه ما این را میگیم که رب العالمین است نه؟ الرحمن الرحیم است نه؟ بله بله این نمی رب العالمینه که رحمان الرحیم است بله بله چرا برای تو گفته محمد برو بزن بکش آقای محمد این رب العالمینه که شما میگید تو نمیشه کسی که در قتل کنه کسی که در اخلاق کنه ما را مقابل از خاموش باشیم طبیعی است که کسی که قتل کنه کسی که ظلم میکنه حالا ما فهمیدم که شما بسیار و شما استدلال میکنین یک سوال بفرمایید شما اولین غزو محمد چی بود؟ کدام غزوش بود؟ من یکی از غزوات شک خاندی چی بود؟ من گفتم که نمیدونم که اولش کدام بوده ولی من به خدا میسپارم به خاطر از اینکه اگر معلومات شما کم است گناهتان نیست که نفهمین باید شما معلومات داشته باشین و معلومات از روی خواندن میشه من نمیفهمم تو برو یک دفعه بخوان غزوات محمد کدام پیغمبر غزوات داشته غیر از محمد؟ هیچ کس نه. غیر از محمد کی غزوات داشته که علاقه نفر زده رای کاروانا را گرفته باشه گردن مردم را بزنه؟ کی قبرده فروشی کده؟ روی خط هستین دوست از این. درود آقای عیار. امیدوارستم خوب باشین. من خواستم که اول تشکری از شما کاوش جان، ناریا جان، پویا جان بکنم که روشنگری میکنین. دوم تشکری را از امی مسلمان های فهاش که اصلا استدلال ندارن، نمیفهمن، کورکورانه یک دین غیر انسانی را تعقیب میکنن و وقتی اینا را دیدم که اصلا اینا استدلال ندارن، فقط فهاشیست. بله. امو زیاد مردم از اسلام دور کرد. یک ویدیو را دیدم آقای عیار که یک عالم دین از افغانستان نبود، از یک مملکت دیگه بود، کلانترین دغدغه‌اش بود که در کدام کانفرانس میگم 24% جوانای مسلمان اسلام ترک میکنند. بسیار تشویش داشت. اینا همیشان به دغدغه هستند که جوانایی که آگاه میشن اونا ترک میکنند و دیگه برمه ای جالب است که از گیر اسلام میگریزن چون افغانستان آل امنیت است. بله. تمامش قانون اسلامی و شریعت است. بعد بال تیاره میاین
اینجا که شکمشان از پیسی سوسیال سیر شد باز به فحاشی است. امیال شما کامنت ها رو ببینید همش فحاشی است. اینا نه دلیل دارن، نه منطق دارن، نه سواد دارن، نه تا از دین خود میفهمند، فقط فحاشی است. و آخرین گپم که یک خواهش از شما دارم که فحاشی که کردن آیت قرآن بانین. کاوش جان این کار را میکنه، بسیار بسیار مفید است که به می یگانه رایست کنها را خاموش کنه. فقط یک آیت قرآن بانین باز خودشان میرن. بسیار زیاد تشکر آقای. اینه نفهمیدم که چی تو آیت قرآن بانم؟ مثلا در لایو کاوش جان می آین و فحاشی میکنن. به مجرد که فحاشی را شروع میکنن یک آیت قرآن در صدایشان میمانه. فقط این جوابشان نمیتر پلی میکنه یا سلامت. بله زنده باشین، روزتان بخیر. برای ما امی دشنام از یا اقدر مانا نداره تا که موایت قرآن پیششان بانم. اصلا دومیدن یک آدمه که اگر ما بگویم دو جمع دو هفت نشه، یک آدم هوشیار میگه که دو جمع دو هفت نمیشه چهار میشه. یک آدم غول ای بد پدر دای با مادر تای این حال که تو غول ما چی کنم قرآن هم بانم کدام مانا نداره با یا با بیساری. سلام علیکم عیار صاحب، خوب هستین؟ خوب هستین شما جور. موضوع لایوتان از ابتدا نیستم چی هست؟ اگر ایش موضوعی نیست ما گفتنی همی است که شما جور سعدمند باشین، خداوند اتفاق نصیب کنه وطن دارای ما و شما را و هر کس که به هر ایدیایی است، به هر باوری است، ما برش احترام داریم بجز از این که احترام متقابل در بین باشه. بله خوشحال شدم که باعث قتل و کشتار انسان ها شد و دوزی و چور و چپاول، اگر به او احترام کنیم با انسانیت خود به احترامی کردیم. بنان ما اینمی رو باید در نظر بگیریم که با کل چیزها احترام نمیتانیم. از همین خاطر است که یک سلسله چیزهایی که در اسلام است که قتل و کشتار و تجاوز به دختر خردسال و غیره و غیره علیه ازی باید استاد شیم. باقی در دیگر چیزهای دیگرش که نماز از روزه از و چیزایی که به دیگر آسیب نمیرسن او را میتونیم که احترام کنیم. خوشحال شدم دوست عزیزم. اگر ما این را سرخط کار خود بسازیم که به هر چیز احترام میکنیم باز خوب و خراب از بین میره. باید ببینیم که چی را میتونیم احترام بکنیم. روی خط هستین دوست عزیز. سلام آقا شفیع عیار جان باشین، سلامت باشین. سلامت دوست عزیز. پایتانه ما بسیار در مغز خود جای دادیم. یکی از گپایی که افغانای ما در کره مریخ هم تیر میشه کل چیزا در خدا تعلق میته، همی سیل و خانه های مردم و گو و مال و آدم ها که سیل برده در افغانستان مگمیر هم خدای آدم کش آورده. بله. من زن خودا گفتم و زنه که تو در افغانستان هستی، گفتم همی سیل خیلی خدا کده کلگی در کشتی خدای آدم کش، ای جواب من نداد. من گفتم سعی کنین یکی از نماهای از این مردمی که دین پرست بود یهود است، یکی شمانه طالبا در افغانستان و هم آدم میکشه زنو را در بندی میکنه سر جیاد جنسی میکنه و دیگهش در اسرائیل میگه آدم ها نکش. میگه من خواهم این کار را میکنم، تو اگه امریکا کمک کرد اگه کشورهای همپیمان ما کمک کرد نکرد من این آدم کشی را میکنم. کلشان همی پیغمبرهای عرب بوده دیگه، کلشان آدم کش تجاوزگر.
زمین بگی، خانه رو بگی، کلگی رو کشتن. من خودم یک ترک دریور در امریکا در پیش کمپانی دو شب و دو روز است به خاطر بار من از خانه و زندگی خود دور شدم. ولی این افغانای ما، من اینجا خودم خدا وکیلی شاهد امی صحنه هستم، گفتم اگر من کسی نکشم حاضر هستم خانه خودم سودا میکنم میرم در کابل دیگه خانه میخرم، خانه هم دارم، ولی که اونجا برم برم میکشم. کاملا کاملا شما واقعا یک تعداد نمیفهمه او برادر. نمونه اسلام بودن در افغانستان، نمونه دیگه قوم امی پیغمبر که یهود است، کلش از قوم یهود است، اسرائیل. اون ندارم کشته رایست میگه نکش، میگه من کار خودم میکنم. من خود از قوم پیغمبر هستم، دنیا برات بوامه که ما خودی ما. بسیار تشکر میکنم و دیگر آن وقت بانه مثل شما بسیار هم وطنهای ما دردمند هستن. روی خط سندوس ازم. سلام سلام شفیع عیار عزیز و دوستایی که در بخش کامنت هستن، امیدوار هستم همگیتون شاد و خندان باشی و از گزند روزگار در امان باشید. سلام بفرمایید. من کار به دین و به سیاست و به ایتو چیزا ندارم، ولی اگر یکان شعر بگوی برایتان میخونم یا در قالب شاعری در خدمت هستم، ولی به دین و به ایتو چیزا من کاری ندارم. بسیار خوب، کوتاه بخونم. کوتاه بخونم یک بیت. یک بیت خونه میشه آدم دل گردی آدم جای نمیتد. خب باشه، خیلی برای یک روز دیگه که در برنامه گنجایش زمانی باشه باز شما را اجازه میتیم که دیرتر یک چند بیت بخونیم. روی خط سین. شفیع عیار مانده نباشی. سلامت باشین دوست عزیزم، شما مانده نباشید. خیر باشی، زنده باشی. من خواستم که امی یک پرسوال از شما داشتم. بفرمایید. و امی شما گفتین دین ما انسانیت است، نه آقای عیار؟ بفرمایید. امی انسانیت در کدام کشور است که ما هم در مملکت برایم؟ اگر شما را اجازه بدن که در مملکت برین، میتونین در اروپا برین، میتونین در چین برین، میتونین در ژاپن برین، میتونین در امریکا برین، در جایی که برین میتونین تا انسانیت بشی. درست قبول دارم، نه مثلا شخصا مثلا ما میخوایم برم دمو کشور که انسانیت است. دمو کشور که انسانیت است کشور خودت است، یعنی بدن خودت، منظور از افغانستان نیست، خودت یک کشور هستی، در ذهن خود در قلب خود انسانیت جای بده، با مردم مهربان باش، با مردم دوستی کو، شفقت داشته باش، توهین تحقیر نکو، در فکر کشتن مردم چور انداختن زنش نباش، کار کو، زندگی مفید بساز در جامعه. اینمی در کشور انسانیت زندگی میکنی؟ نه، یک چیزی دیگه در فکر ما خود تور کده. فرض مثلا شما اینال در امریکا زندگی میکنین، اینمال تو در کشوری هستی که مملکت دنیا را اسلام بگن کشیده با دلارای خود، این اصل تروریست شما هستین. در این شک نیست که کشورهای بزرگ در دنیا یک نقش بازی میکنن که برای چور انداختن مال مردم و خوب ساختن زندگی مردم خود کار میکنن. آفرین، پس تروریست همون مملکتی که با دلارایش مملکت مسلمانی را بگن کشیده. قبول داری آقای یار؟ یک دفعه گوش کن، دیگه گپ نزن، از گپ داری قطع میکنم. گوش کن، ما برای تو گفتم قبول کردم، اما او به خاطر عزیز که اسلام، چرا اینا مسلمان ها را استفاده میکنن؟ چون اسلام در خود قتل و کشتار داره. برای یک مسلمان، اگر یک امریکایی بخواه که یک مسلمان در ایران استفاده کنه، یا به زور پیسه میکنه یا به زور استفاده از عقیده اسلامیش. اما سیکو، چرا ویتنامی را استفاده نمیتونه؟ به خاطر ویتنامی
اما قصادن از غول نیست که استفاده شه. انگلیس ها تمام اسلام داده شانه، هم شیعش، هم سنیش، هم دگرایش کلگیش. در افغانستان میال انگلیس ها میتونه هر کسی که بخواه گردنشه بزنه، مگر در ویتنام نمیتونه، در چین نمیتونه، در ژاپن نمیتونه. خود زور داره، زور داره، بالای تروریست های دنیا که حاکمیت میکنه، چین، ایران، اینا زور داره، بالای تروریست های اصلی این مال کمر بسته کده که در او کشور تو این مال زندگی میکنی، نان این او کشور رو میخوری، با دلارایش مردم افغانستان رو در بدر کده، با دلارایش عراق و سوریه رو در بدر کده، با دلارایش مردم فلسطین رو در بدر کده، در او کشور تو در تروریست اصل شما هستی. اونمو دلالایش در طول 1400 سال مردم در بدر کده بودن، آلی هم در بدر میکنن، او به خاطر که از اینی نفر پیسه بگیرن، یا حالا از امریکا هم پیسه رو میگیرن، از انگلیس، از روس، از کجاست که ما جاسوس میسیم. آفرین، خود تو چرا اینال علیه اسرائیل تو چرا موضع نمیگیری؟ علیه اسرائیل؟ چرا نمیگیری؟ علیه یهود تو چرا نمیگیری؟ از او آدم قوه مادم میکشنه. علیه یهود نیستم، من علیه مسلمان هم نیستم. خود چی رو هستی تو اینو میگه علیه مسلمان ها آمدی؟ خود تو چرا وقتی که میگه مسلمان کشتان است، مسلمان میکشه؟ آقای ایار ما رو گفت زدن نمیمانه. سیکو بلبل خانی نکو، از کدام زمان جنگ اسرائیل شروع شده؟ گپا گوش کن آقای ایار، ما برای چی میگم؟ صحیح قبول دارم، قبول دارم. خودت پس میکنم در غیاب تیره تبصره میکنم، باید تیره یاد بگیرین که و ما به تو میگم که جنگ اسرائیل اصلا از کدام زمان شروع شده؟ از دوزیای محمد شروع شده. تو برو که با اقوام یهود محمد چی میکرد بر از این چور انداختن زنشان اولادشان، چقدر یاره چور انداخته. اینال یهود دلیلی که یهود در اروپا گریخت چپاولگرای محمد بود و اینا وقتی که پس در وجود زور پیدا کردن آمدن در مو اسرائیل و او رو زمین های خود خریدن. بعد از او عربا گفت نه نمیمانیم، خالی دفعه خریدن، جنگ در سر از او شروع شد. اگر که ما میتانستیم که یهود تکه تکه کنیم میکدیم، چنانچه کل عربا یک جای شدن، نتانستن، باختن. بعد از اینکه باختن جنگ سر چی است؟ جنگ سر عزیز که اسرائیل میگن نفرای یهوده که از جبره مسجد اقصا از کی بود؟ میفهمین؟ از یهودا بود. حالا ما محکم گرفتیم که یک جای مقدس مسلمان هاست، از تو چرا باشه؟ قرآن اصلا که در قرآن قباله یهود و نمخود قرآن ماست، یعنی به اندازه جای مقدس بود برای مردم مکه و مدینه که محمد میگفت که روی تانه طرف مکه چی؟ بیت المقدس نگیرین وقتی که برای رفع حاجت میشینین، او چیزها را شما باید مد نظر بگیرین. روی خط ببخشین شما را عزیز سادم. روی خط هستین دوست عزیزم. درود حرمت. درود آقای شفیع عیار بزرگوار، بسیار خوشبخت هستم که امروز تانستیم بلایف شما با شما هم کلام شوم. سر سلامتی برای شما آرزو میکنم و واقعا قهرمان تاریخ افغانستان هستین، تابوشکن هستین، خرافات اسلامی را بر مردم روشن می سازین. قدمتان استوار، صدایتان بلند، همراهتان هستیم. خوشبخت و موفق. همی بود کوتا پیام ما امروز. بله. امروز جوانان ما در اصل تکنولوژی و علم ساینس خوشبختان نائل به موفقیت های بیشتر می شن و میافن واقعا که این دین سیای اسلام کودک آزاری، زن ستیزی، لواطت و ظلم و ستم، خشونت و سیاهی و قتل و قتال را که دستاورد 50 سال اخیرش است متوجه میشن، میافن و اظهار امتنان بزرگ سپاس بیکران از شما. بسیار خوشبخت هستم
آور انسان های را در پلوی خود داره. سلامت و باشین بهش صلح و همزیستی افغانستان، اسلام و قرآن فدای افغانستان. میکنیم شما با امید از اینکه این سیاهی را دوباره در غار کوه سیاه هرا توفه تازی ها بکنیم و برشان دوباره بفرستیم. حتمی آمده میشه. انسان ها ممنون. موجود معقول و منطقی هستن. بازی خورده ایم، مگرم وقتی که استدلال میکنیم تیز متوجه میشن و از ایران میبراین. شما اگه سعی کنین، من 13 سال پیش آمدم، وقت اول که من گپ میزدم کل افغانستان دو میزد، اما حالا تو نیست. و وقت اول بسیاری ها میترسید که حتی با ما بگوید که راست میگی، اما امروز صدها نفر در خط اول ساده است که از جمله خود شما هستین. این یکان دفعه ما فکر میکنم که البته من در خط اول ساده است، ما که وقت میبینم که هزارها نفر ایجا ساده است و ما به تنهایی خود جایی نمیتونستم برسم. درست استدلال اول ما کردم، اما حرکت روی پای شما بود، روی دست شما بود، توانمندی شما بود و وضع آل بسیار فرق کرده. امیدوارستم که 10 سال 20 سال دیگه اینجا یک تغییر کلی به وجود بیاید. خوشحال شدم خوارم. ممنون. باز هم سپاس بیکران از شما بزرگا که شما آغازگر از این قیام بودین و در سطح اول هستین. احترام شما، قدر شما، نام شما در تاریخ افغانستان نه که در تاریخ جهان ثبت است. سلامت. افتخار به تشکر ما انسان های. تشکر. البته ما در این فکر نیستم که نامم در کدام جای ثبت شد یا ثبت باشه. ما تنها در این فکر هستم که وظیفه انسانی خودم انجام داده باشم. این مرا خوش می سازن. دیگه باقی که نام کدام جای باشه یا نباشم با کدام وجه نمیگذارم. روی خط هستم. آقای سلام علیکم، اشتنم خواهی؟ شکر. سلام به شما، بفرمایید. والا آقای من شما گله دارم. چرا؟ کل گله دارم. اول خود معرفی کنم، من مجیب رحمان و دوزخت هم اصلا گیرم. بسیار خوب، آقای مجیب رحمان. چرا بگم از دوزخت هم اصلا گیرم؟ نه پرسیدین چرا از دوزخت هم اصلا گیرم؟ چرا؟ چرا؟ همین خداوند همه ساینتست ها به دوزخت آورده. اینا هم میگن حالا دوزخ از بهشت بیشتر تیار کردن، برق هست، او هست، بارش خود اینا تیار میکنن. خب بارش کردن در سر آتش های دوزخ خیلی دیگر رو بارش کردن، آتش گل کردن، ما هم بهشتی ها بجستیم مرتیم دوزخ. راستی هم همه تر میشه. خلاصه برای هم بگن دیگه، خود خب به زحمت نکنم. دیوار دوزخ خو غار نکردن که در آینده بهش، چون می در قرآن میگه که در ایسون دیوار بهش ده در ایسون دوزخ. باز دوزخی ها میگه که یک او بته، اینا او نمیتن، یعنی همسایه هستن. نه ای تنیه اگه غار کنین در ایسون جنت هست دیگه. نه ای تنیه جناب آقای بیخی، همی جیبه همه چیز هسته. ما به اشتا مجبور شدن برم جواب. مر جبرئیل گفته، جبرئیل به خط چون بیا بوده بود، گفته برو به آقای یار تور مراد تو میکرده. حالا جبرائیل کجا هست؟ در دوزخ هست؟ کجا هست؟ هیچ در دنیا نیست حاله. باور کنه همه گیم آوال به دوزخیم از یک سر. خود اینجا از بهش که خیلی بیتر شد. حتی جبرائیل هم گفتن که دوزخ به دروغ دروغ با محمد پیغام میبردی. برو در دوزخ. گلیله به همین جه صاحب. دیگه به شما به نیوتن همین جه هم همین جگاه هست. ساعت تیره. بسیار خوب. تشکر. خوشبختی دهیست که شما تانستین در دوزخ جنت برتان جور کنین. خود خدا ایران خواهد ماند که ولی این کارم هم غلط برآمد. سلامت باشین. ولی خوبه در برنامه من نفر از جنت زنگ میزنن، از دوزخ زنگ میزنن. این مجیب رحمان و مجیب بیتشله بوده. روی خط است. سلام آقای شفیع. سلام باشم. سلام باشم.
خو یگان غو اجازه میتیم اتانا فهمیدی؟ در برنامه ما اجازه غو دارین اونم یک غو منطق غو تا میمونم که بزن چهرت میگه سگ وارد در پیش آینه استاده است میگه چهرت سگ وارد روی خط هستین دوست عزیزم سلام علیکم سلام بفرمایید خوب هستین سلامتی خوب هست شکر خوب هستین بفرمایید لطفا وقتی که میاین بسیار آهسته نباشین سلو نباشین چون اینجا وقت زیاد نیست که من شما را بانم که چرت دین که سلام دیگه چطور هستی روی خط هستین دوست عزیزم سلام علیکم جناب صاحب محترم سلام بسیم دوست عزیز سب شما چلین خوب هستین شکر فضل خدا بفرمایید خدا هم شما را خیر بده که مردم روشنگری رو باشون نشان دادین در شماشون نور انداختین یک کمه که چیز کردین رای خیلی باشون نشان دادین حالا مرد پشت تلفن هر کس دو میدن مشکل نداره اما من یک تشکری میگم من شما را 10 سال پیش میشناسم دوست عزیزم ما شاید شروع کردم دروازه رو واس کردم برای گپ زدن اما همونطور که میگین 10 سال پیش میشناختین 10 سال پیش بسیاری های شما مثل من شک داشتین مثل من متوجه شده بودین غلطی های دینه مثل من از دین ناراض بودین و همین باعث شد که کل ما بخیزیم این کسایی که دعوی یادشنا میزنن یا بیادرهای مریض ما هستن یا بیادرهای مریض ما هستن تداویشان میکنیم از این خاطر اجازه نمیتیم شانا که دعوی دین منطقه کش میکنیم که اینا میگذره بهتر شد اما خوشحال هستم که شما و شما ها همراه ما بودین در این جنگ کلان تشکر سلام باش نه تانده شما در حساب دین صحبت میکنم در حساب تکنولوژی در حساب پیشرفت در حساب علم در همه چیز شما در باره همه چیز صحبت میکنم ما مشتاق دیدار ویدیوهایتان در یوتیوب هست همشه میبینیم تشکر بسیار زیاد تشکر حالا که گفتین برنامه یوتیوب بخیلی وقت میجه پوره شده نیم ساعت بعد در یوتیوب میباشم باز ما شما پیش میریم بسیار خوش شدم دوست عزیزم و با آغوش میگیرم سپاس میکنم تا برنامه